روزه که اخبار فیلترینگ اینستاگرام حسابی سر و صدا را انداخته. توی همین داستانا یه ویدئویی هم از یک آقای کارشناس منتشر شد. ببینید، من چند روز پیش توی مدرسه رفتم صحبت کردم، یه دختر 12 ساله اومد بهم گفت ببخشید بار دارم. از من خواست به پدرش بگم، گفت من نمیتونم صحبت بکنم. بعد به دختر گفتم شما چه اتفاقی برات افتاده؟ گفت من یه دونه سیم کارت بابام خرید، یه دونه تبلت یا گوشی یا یادم نیست اون وقت، ولی بهم گفت اینترنت نمیخرم. بعد یه دفعه پرمک برام اومد گفت 2 گیگ اینترنت رایگان، 2 گیگ اینترنت رایگان، 2 گیگ اینترنت. مهراب قاسم خانی گفته آیا سرعت اینترنت در ایجاد حاملگی موثره؟ در کشورهایی که سرعت اینترنت بالاست چطور جمعیت را کنترل میکنن؟ مهراب بعد از این ویدیو یه ویدیوی خیلی قدیمی تر از همین آقا پیدا کرده. آقای وزیر، آقای رئیس جمهور، هر کدوم از شما فکر کنید این دختری که هفته پیش از طریق شبکه اجتماعی خود دختر تعریف میکنه، میگه پدرم گفت معدلت 20 بشه یه گوشی برات میگیرم. خب پدر کار خوبی کرده، میخواد بچه‌ش رو تشویق بکنه، ولی ما یه گوشی دانش آموز در اختیار پدر قرار ندادیم که بچه‌ش صدمه نزنه. خب رفته پدرم گوشی ویژه دانش آموزی طراحی نکرده که اون بتونه در اختیار. بعد پدر میره گوشی رو میخره، خود دختر میگه پدرم گوشی رو به من داد، فاصله بین دادن این گوشی تا زمانی که من توی خونه دیدم 8 تا مرد جلو من باش دادن 2 هفته بود. 2 هفته میگه گوشی رو که دادن دوستان گفتن وایبر و واتساپ اینا رو نصب کن. نصب کردم، پیشنهاد آقا نمیدونم قیافت خوبه، اینا خوبه، اینم چیزا، بعد لباس مثلا بی حجابی عکس بفرست، بعد دختر بفرست، بعد فلان، همینجوری همینجوری. یه دفعه حالا بیا یه قرار ببینم دیگه. من دیدم حالا این میتونه زندگی کنه، مسئول کشور، فکر کن دختره تو این بلا سرش اومده، مگه این با دختره تو چه فرقی داره؟ اصلا تو اونجا نشسته که مراقب این باشی. مهراب گفته اون وقت این دوستمون شغلش چیه؟ به عنوان کارشناس بارداری از طریق اپ‌های بیگانه ارسالش میکنن به مدارس دخترانه، یا متخصص اعتراف گرفتن از دخترانیه که به وسیله اینترنت مورد تعرض قرار گرفتن. اوج خلاقیتش از اون سال تا امسال همین بوده که 2 هفته رو به 2 گیگ تغییر داده. شما از حال این روزهای مجید خراتها خبر دارید؟ همونطور که قبلا هم گفته بودم مجید به خاطر یک اشتباه پزشکی مشکل بینایی پیدا کرده. چیزی که الان میخوام بهتون بگم اینه که اونیا آهنگ از 14 سال پیش رو برای شما اجرا کرده. حالا از اون ورم حواشی که سر موزیک ویدئوی پاره سنگ مهدی یراحی حسابی سر و صدا رو انداخت هنوز هم ادامه داره. گفتن که مهدی سر همین موزیک ویدیو به خاطر پوشیدن لباس کارگران شرکت فولاد ممنوع فعالیت شده. چیزی که الان میخوام بگم اینه که اون دیشب توی کنسرتی که از قبل برنامه ریزی شده اجرا کرد و نسبت به این اتفاق واکنش نشون داده. یکی از پاپارازی ها هم که اونجا بوده برام یه ویدیو فرستاده. چهارشنبه ما زنگ زدن به دفتر شرکت جان سبز و گفتن که از دفتر موسیقی وزارت ارشاد زنگ زدن و گفتن که شما و این هم شرکت جامسه از برام مهدی یراحی ممنوع کاری و در عرش هم گفتن که تا شنبه، گفتن تا اطلاع رسادنی ممنوع کاری و تا شنبه باید بیاییم که توضیحات رو بدیم. ما دقیقه درست رو نمیدونستیم چون 3-4 روز قبلش هم از دفتر حراست مدیر برنامه ما آقای خارجزاده گفته بودن که باید کنسرت اهواز باید بیاییم توضیحات بدیم. ما رسانه‌ای نکردیم مطلب رو، ولی از خود دفتر موسیقی جناب فروغی رابطه‌عمومی دفتر موسیقی به باشگاه خبرنگاران جوان صحبت کرده بودن و گفته بودن که بنده ممنوع فعالیت هم، حالا یه توضیحاتی هم داده بودن در برنامه هایی که قطعه آخر ما مجاز بوده و تفاوت داشته. حالا ما باز هیچی نگفتیم، این تا الان ما هیچی نگفتم. پنجشنبه خود دوستان دفتر موسیقی دوباره تکذیب کردن مسئله رو و من الان توی خلایی نمیدونم، گرچه هیچ اصلا فکر نمی کنم باید ممنوع کار باشم چون کار بدی نکردم که بخوام ممنوع کار باشم. حالا اگر هم اتفاقی بوده باید از روش صحبت بشه چون دوستان قطعا حرفایی دارن که باید ما بشنویم، تا این همه خبر دادن و خبر تکذیب کردن و من خودم متوجه نشدم. شما هم میتونید ویدیوهاتون رو برای من به ایمیل celebritynews@manotv.com بفرستید. رضا رشیدپور هم به این معتقده که مسئولان یک دوره فتوشاپ رو باید بگذرونن. حالا جریان چیه خودتون باید ببینید. من به گمانم باید یک دوره فتوشاپ برای
عده زیادی از مسئولان محترم برگزار بشه، اینا بدونن اصلا فتوشاپ چه جوریه، در فتوشاپ چه کارهایی میشه کرد و چه کارهایی نمیشه کرد. چون جدیداً هر اتفاقی میفته میگن فتوشاپ، فتوشاپ بود. خود خالق فتوشاپ میاد میگه داداش من این قابلیت رو پیش بینی نکردم در نرم افزارم، آخه چرا میندازی گردن من؟ بهتره که آگاه باشن که نیاد خالق فتوشاپ داداش این نیست تو نرم افزار من، چه گیری داری. حالا از همه اینا که بگذریم، از اسکواد زدن سحر قریشی که نمیشه گذشت. من وقتی این ویدیو رو دیدم داشتم فکر میکردم یه وقت منقلب نشه. شما تتوهای جدید امیر تتلو رو دیدید؟ و اوتو مارادونا چند روز پیش به دلیل خونریزی معده در بیمارستان بستری شد. اصلا نگران نباشید چون حالش خیلی بهتر شد و دیروز هم از بیمارستان مرخص شد. دختر ماردونا گفته ما خیلی نگران پدرمون بودیم، ولی باید بگم که اون خیلی حالش بهتر شده. برمیگردیم با ادامه برنامه با ندا و شبنم.